سلام رفقا، حالتون چطوره؟ داخل این ویدیو میخوام چند تا نرم افزار فوق العاده بهتون معرفی کنم. نرم افزارها داخل گوگل پلی وجود نداره، جز به نرم افزارهای کاربردی اندرویدی هستن. بریم این ویدیو رو شروع کنیم بدون اینکه جو خاصی بدم. این نرم افزارها مخفین و ممنوعن و این چیزایی که بقیه کانالا و پیجا میگن. بریم ویدیو رو شروع کنیم. اولین نرم افزار اسمش هست هاچیدوری. این نرم افزار کمک میکنه داخل برنامه ایکس یا همون توییتر سابق یه سری چیزای اضافه مثل تبلیغات های مزاحم رو نداشته باشید. به محض اینکه توی قسمت ناچ بالا گوشیتون بزنید یه منوی باز میشه، میبینید یه سری از چیزها رو میتونید از اونجا بردارید. خیلی نرم افزار فوق العاده. حالا میخوایم والپیپرهای زنده خود گوگل رو داشته باشیم، اینا که با هوش مصنوعی ساخته میشه داخل گوشی گوگل، اینا رو میخوایم داشته باشیم چیکار کنیم؟ نرم افزار والپیپر خود گوگل داخل پلی استور موجوده، اونو دانلودش کنید. بعد یه افزونه‌ای داره از این مسیری که بهتون دارم نمایش میدم، از اینجا برید دانلودش کنید. حالا سعی میکنم لینکاشو داخل دیسکریپشن توی توضیحات ویدیو براتون قرار بدم. از اینجا برید دانلودش کنید. بعد از اینکه دانلودش کردین توی قسمت لایو وال پیپر همون نرم افزار گوگل اضافه شده، اون قسمت پایین روی اون بزنین و میبینین که والپیپرهای زنده و اینایی که با هوش مصنوعی داخل گوشی‌های جدیدتر داره ساخته میشه برای شما در دسترس هست. دو تا نرم افزار بعدی رو میتونید از گیت هاب دانلود کنین. گیت هاب یه فضای معتبره که داخل اون نرم افزارهای خاص به اشتراک گذاشته میشه. از اونجا میتونین آخرین ورژن هر نرم افزاری رو دانلود کنین و کدای اون نرم افزار هم موجوده. نرم افزار اولی که وایس جی پی تیه. این نرم افزار میتونه شما به صورت دیفالت اسیستنت یا همون دستیار گوشی خودتون قرارش بدین و چت جی پی تی رو هم یادتون باشه قبلش نصبش کنین. بعد از اینکه چت جی پی تی رو نصب کردین، پلاگین وایس جی پی تی رو به عنوان دستیار صوتی پیشفرض گوشیتون قرارش بدین. از داخل تنظیمات پیدا کنین قسمت وایس اسیستنت و از بین اون گزینه‌هایی که دارین میتونین این وایس جی پی تی رو بزنید. حالا چت جی پی تی شده دستیار هوشمند گوشی شما. خیلی راحت‌تر و بهتر از گوگل اسیستنت میتونین از اون استفاده کنین و خیلی اطلاعات بهتری به شما بده. نرم افزار بعدی اسمش هست لاینج آیکون. اگه درست تلفظش کنم، این نرم افزار میاد اون محیط ساده و آیکونای ساده‌ای که توی اندرویدهای قدیمی‌تر داشتیم برای شما میذاره. یه چیز نوستالژی و یه حس و حال قدیمی و خیلی خوب به شما میده. نرم افزار بعدی موتور جستجوی فوق‌العاده است، آرک سرچ. ویژگی‌ها و امکانات فوق‌العاده‌ای داره، قابلیت‌های شخصی‌سازی زیادی توی تنظیماتش داره و از همه بهتر هوش مصنوعی داره. نرم افزار بعدی اسمش هست اینفورس دوز. این نرم افزار به شما کمک میکنه زمانی که گوشیتون رو قفل میکنین یه سری از کارا رو انجام بدین، مثل اینکه زمانی که گوشی قفل میشه حسگر اثر انگشتتون رو از کار بندازه و نتونید به اون بازش کنین. خیلی از جاها کاربرد داره و یه سری از تبایی که دارن کار میکنن توی بک‌گراند رو میاد میبنده وقتی که گوشی رو قفلش میکنین. تمام این شخصی سازی ها توی تنظیمات این نرم افزار داره و کلی از قابلیت های دیگه داخلش ما میبینیم. کیبورد جی پی تی یه نرم افزار هوش مصنوعی فوق العاده است، میاد متنای هوش مصنوعی رو برای شما آماده میکنه به محض اینکه هر چیزی براش تایپ بکنید. این نرم افزار همچنین میتونه مدل زبانیشو عوض کنی. جمنای داره، جی پی تی داره و یه گزینه دیگه هم وجود داره. سه تا گزینه داره که با سه تا از هوش مصنوعی های فوق العاده میتونه این کارو برای شما انجام بده. اگه از کیبوردهای خودتون خسته شدین و دوست دارین یه کیبورد هوش مصنوعی داشته باشین، این خیلی به شما میتونه کمک بکنه. سویف کیبورد هم قبلا بهتون معرفی کردم، اونم خیلی خوبه. کیبورد پیشفرض گوگل هم خوب. سه تا نرم افزار دیگه موندن بهتون معرفی میکنم. اولین نرم افزار اسمش هست موشن لاک. این نرم افزار موشن لاک به شدت فوق العاده است برای کسایی که زیاد از کامپیوتر و گوشی استفاده میکنن. موشن لاک اینجوریه که بعد از اینکه نرم افزار رو نصبش کردین، به محض اینکه گوشی رو برعکس بذارین روی میز کارتون، خودش خود به خود قفل میشه. ویژگی فوق العاده ای. نرم افزار بعدی نرم افزار فتکمه. برای کسایی که دوست دارن توی هر نرم افزاری باشن و توی صفحه گوشیشون هر چیزی رو دوست دارن باز کنن، اما گوشیشون به صورت مخفی در لحظه ویدیو بگیره، این نرم افزار هم خیلی جاها بهتون کمک میکنه. سعی کنین ازش سوء استفاده نکنین، خیلی نرم افزار کاربردی هستش. و آخرین نرم افزار و فوق العاده ترین نرم افزار، نرم افزار آپدیت میه. این نرم افزار یه محیط ساده و خیلی روون داره. تمام نرم افزاراتون اونجا قرار داره. چقدر کلمه نرم افزار رو استفاده کرد، میتونین به راحتی آپدیتشون کنین. نه تبلیغات داره، نه چیز اضافه‌ای داره و خودش میاد به راحتی برای شما نصب میکنه.
نکته دیگه ای نمیمونه. رفقا چند تا نرم افزار فوق العاده بهتون معرفی کردم که میتونید تجربه رابطه کاربری خودتون رو چند سطح ببرین بالاتر. کاراتون رو ساده تر انجام بدین، گوشیتون رو زیباتر بکنین و زندگیتون رو راحت تر بکنین با کمک این نرم افزارا. شما هم اگه نکته جالبی میدونین، نرم افزار باحالی میدونین، توی قسمت کامنت ها با بقیه به اشتراک بذارید. به روز و آگاه باشید.